به سه مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزله در مکه مکرمه همچنان به فعالیت‌های مختلف خود ادامه می‌دهد. از جمله فعالیت‌های بعثه معظم الله در دو روز اخیر استقبال از اعضای بعثه‌های مراجع عالی‌قدر آیات عظام سید علی سیستانی و شیخ محمد سند از مراجع تقلید نجف اشرف بود. از دیگر فعالیت‌های بعثه آیت الله العظما شیرازی می‌توان به استقبال از مؤمنان، حاجیان، شیعیان و علاقمندان به مرجعیت اشاره کرد. از جمله دیگر فعالیت‌های این بعثه می‌توان به برگزاری نماز جماعت و نشست‌های علمی و نیز پاسخ به پرسش‌های شرعی، دینی، اعتقادی و غیره مراجعین به مقر بعثه اشاره کرد. صلاح الجشعمی مدیر بخش حقوقی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزله در شهر مقدس کربلا با مهندس میثاق طالب مدیر سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق در منطقه فرات اوسط دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است در این دیدار که در مقر سازمان رسانه و ارتباطات کشور عراق مستقر در نجف اشرف صورت گرفت، طرفین در مورد زیرساخت‌های اینترنتی و تلفن همراه زائرین حسینی در ایام اربعین با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. طرفین در این دیدار همچنین در مورد برخی مشکلات موجود و کمبودها و نیازهای زائران در این حوزه سخن گفتند. لازم ذکر است مؤسسه مصباح حسین علیه السلام از سال گذشته به طور منظم و هفتگی جلساتی با حضور کارشناسان، مقامات مسئول و مربوطه و برخی فعالان حوزه‌های مختلف و با هدف دنبال کردن پروژه اربعین حسینی 2030 با 50 میلیون زائر برگزار کرده است. در آستانه ایام شهادت حضرت مسلم، پرچم سیاه مزار مسلم ابن عقیل علیه السلام در مسجد کوفه برافراشته شد. به گزارش سایت رسمی مسجد کوفه، به مناسبت آغاز دهه اول محرم الحرام و نزدیک شدن به سال روز شهادت امام حسین علیه السلام، پرچم سیاه بر فراز گنبد مسلم ابن عقیل علیه السلام به اهتزاز درآمد. مرقد مسلم ابن عقیل علیه السلام و هانی ابن عروه از اصحاب امام حسین علیه السلام و مرقد مختار ثقفی در مسجد کوفه واقع شده است. کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد که در حالی که کشور یمن و مردمی کشور همچنان با جنگ و درگیری‌های مسلحانه دست و پنجه نرم می‌کنند، یمن چهارمین کشور در جهان می‌باشد که دارای آوارگان جنگی است. این کمیساریا همچنین اعلام کرد میلیون‌ها تن از شهروندان کشور یمن در داخل کشورشان از خانه و کاشانه خود آواره شدند. کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل در یمن افزود در همین حال بسیاری از کمک‌های جهانی نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف به یمن متوقف شده و این موضوع باعث وخیم‌تر شدن اوضاع داخلی این کشور شده است. کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل در یمن در ادامه افزود طبق آمار موجود در مجموع 4.5 میلیون شهروند یمنی در آوارگی به سر می‌برند که زنان و کودکان حدود یک سوم کل این جمعیت را تشکیل می‌دهند. وی در پایان گفت باید هرچه سریع‌تر به کمک مردم یمن شتافت، زیرا اوضاع در این کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود. سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که داعش خراسان در افغانستان در حال
گسترش است، به طوری که تعداد جنگجویان آن به 6000 جنگجو رسیده است. در این گزارش آمده است که سنی‌های تندروی القاعده نیز بی سر و صدا در حال بازسازی کمپ‌های آموزشی در افغانستان است و طالبان از رهبران این شبکه تروریستی محافظت کرده و به آنها اجازه فعالیت آزادانه را داده است. به گزارش فاکس نیوز، شورای امنیت سازمان ملل در گزارش جدید خود گفته است که گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش خراسان جدی‌ترین تهدید تروریستی فعلی است که در افغانستان فعالیت می‌کند و تعداد جنگجویان آن حدود 4 تا 6000 جنگجو تخمین زده می‌شود. بر اساس این گزارش، سنی‌های تندروی القاعده در حال حاضر در مراکز مهمی مانند کابل، قندهار و هلمند حضور دارند و در حال ایجاد کمپین های آموزشی جدید در کشور است. دولت ترکیه در ادامه روند اخراج پناهجویان افغانستانی 229 نفر دیگر را به افغانستان بازگرداندند. رسانه های ترکیه امروز شنبه اعلام کردند در ادامه روند اخراج پناهجویان افغانستانی 229 نفر دیگر از شهرهای مختلف این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی در گزارشی اظهار داشت تمام این پناهجویان غیرقانونی در ترکیه حضور داشتند. مقامات ترکیه گفتند در شهر آغری واقع در شرق ترکیه شناسایی پناهجویان غیرقانونی را ادامه می‌دهد. ترکیه سال گذشته میلادی نیز 57174 پناهجو را به افغانستان اخراج کرد. کشور ترکیه یکی از مسیرهای اصلی برای رسیدن پناهجویان افغانستانی به اروپا است که پس از تحولات اخیر افغانستان، ورود پناهجویان افغانستانی به ترکیه افزایش یافته است. هشت شبی از پایان عملیات نظامی در صحرای غربی الانبار تا گذرگاه‌های نوار مرزی با عربستان، اردن و سوریه خبر داد. به گزارش قدس آنلاین، قطری السمرمد از رهبران هشت شبی عراق گفت عملیات امنیتی در مناطق صحرای غربی الانبار به سمت گذرگاه‌های مرزی با سوریه، اردن و عربستان در غرب الانبار بعد از تحقق اهداف خود به پایان رسید و تمام یگانهای نظامی به پایگاه‌هایشان بازگشتند. به گفت هدف از این عملیات پاکسازی مناطق از باندهای جنایتکار داعش و اماکنی بود که سنی‌های تندروی داعش در آنجا سلاح‌ها و مهماتشان را مخفی می‌کردند. نیروهای امنیتی با کمک هشت شبی تعدادی از تونل‌ها و مخفیگاه‌ها و خاکریزهایی را که سنی‌های تندروی داعش حین تسلط بر استان الانبار ایجاد کرده بود منهدم کردند. گرد همایی دو روزه رهبران جهان و رؤسای مالی با هدف مقابله با تغییرات آب و هوایی و فقر روز جمعه دوم تیر بدون اعلامیه مهم پایان یافت. در این نشست بسیاری از مقامات کشورهای فقیر و آسیب پذیر از آب و هوا شرکت کردند و تنها دو رهبر ارشد از گروه هفت حضور یافتند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این نشست بود گفت اصلاحات آینده در سیستم مالی بین المللی ظرف دو سال آینده ارزیابی خواهد شد. چندین فعال و سازمان غیر دولتی از شرکت کنندگان در اجلاس خواسته بودند تا اطمینان حاصل کنند که کشورهای ثروتمند متعهد به کاهش بدهی کشورهای فقیر از جمله لغو وام‌ها هستند. ایده مالیات جهانی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید شده از کشتیرانی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و به طور بالقوه می تواند در نشست ژوئیه سازمان بین المللی دریانوردی آژانس سازمان ملل که حمل و نقل را
تنظیم می‌کند تصویب شود. این گردهمایی که در پاریس به پایان رسید هیچ اختیاری برای تصمیم گیری رسمی نداشت، اما مکرون متعهد شده بود فهرستی از کارهایی که باید با ابزار ردیابی پیشرفته همراه باشد ارائه کند. چنین سندی هنوز منتشر نشده است.